اگر به تاریخ گذشتگان خود نگاه کنیم، از 1000 سال پیش گرفته تا بیش از 500 000 سال قبل با تمدن‌های عجیب زیادی روبرو می‌شویم که برخی از آنها را شاید در حد یک افسانه هم جدی نگیریم. اما از آنجایی که ما تمام قواعد و قانون‌ها را کنار گذاشتیم و از دید دیگری به جهان اطرافمان نگاه می‌کنیم، هیچ مطلبی را به طور قطع رد نمی‌کنیم و باور داریم هیچ غیر ممکنی در این دنیای اسرارآمیز وجود ندارد. لطفاً قبل از تماشای ویدیو چنل را سابسکرایب کنید و برای حمایت از ما کافیست ویدیو را لایک کنید. تمدن‌های باستانی به وجود موجودات عجیب و جالب بسیاری اشاره کردند و هر فرهنگی بنابر عقایدی که داشته به نوعی از ارتباط خود با این موجودات سخن گفته. آنانوکی‌ها، فرازمینی‌های خاکستری، رپتایل ها و هزاران نمونه دیگر که ما با تمام آنها آشنایی نداریم. این موجودات شاید از دید ما صرفاً یک افسانه خیالی باشند، اما واقعیت این است که آنها روزی در کنار مردمان زمین زندگی کردند و علم را به زمینیان آموختند و چه بسا که حتی همین حالا هم ما را زیر نظر داشته باشند. یکی از عجیب ترین این موجودات با نام مردمان مورچه‌ای معروفند که مردمان قبیله سرخپوستی هوپی در آمریکا هنوز پس از گذشت هزاران سال آنها را می‌پرستند و ستایش می‌کنند. مردمان قبیله هوپی بر این باورند چندین هزار سال پیش اجدادشان دو بار توسط موجوداتی با نام خدایان مورچه‌ای نجات یافتند. بار اول از یک آتش سوزی عظیم که به دلیل اصابت یک شهاب سنگ به زمین یا انفجار خورشید رخ داده و بار دوم از سیل عظیمی که به علت عصر یخبندان و تغییر ناگهانی قطب‌ها اتفاق افتاده. آنها از دنیای قبل از آتش سوزی با نام جهان اول یاد می‌کنند و از دنیای پس از سیل با نام جهان دوم. جالب اینجاست یکی از بزرگترین شهاب سنگ‌هایی که به زمین برخورد کرده دقیقاً در آمریکا اتفاق افتاده که قدمت آن 13000 سال است و بعد از آن زمین در عصر یخبندان فرو رفته. هوپی ها معتقدند بعد از این دو فاجعه یک ابر عجیب و غریب و یک ستاره متحرک مردمان قبیله را به سمت خدای آسمان برده و در آنجا خدایی با نام آنو سینوم آنها را به پناهگاه موجودات مورچه‌ای فرستاده. جالب نیست که این خدای آسمانی دقیقاً هم نام با آنو خدای سومریان باستان در بین النهرین است. اما صبر کنید، کمی جلوتر به این موضوع هم میرسیم. این موجودات مورچه‌ای پس از پناه دادن به مردمان قبیله به دلیل ذات پاک و مهربانی که داشتند جیره غذایی خود را با آنها تقسیم کردند. به عقیده هوپی ها همین سخاوتمندی موجودات مورچه‌ای بوده که باعث شده مورچه‌های امروزی اینقدر زحمتکش و لاغر باشند. پس از این ماجرا موجودات مورچه‌ای به آن مردمان علم کشاورزی، معماری، ریاضیات و ستاره شناسی آموختند و کمکشان کردند تا خود را با زندگی جدید وقف دهند. اما پس از اینکه سیل پایان یافت و زمین دوباره خشک شد، از آنها درخواست کردند سازه‌های پیچیده‌ای مانند چاکو کنیون برایشان بسازند. خوب به این تصویر نگاه کنید. شبیه به یک لانه غول‌پیکر مورچه نیست؟ این بنا در سال 2013 رسماً به عنوان پارک بین‌المللی آسمان تاریک معرفی شد که پژوهشگران معتقدند مردمان آن زمان با اطلاع کافی از ستاره شناسی این سازه را ساختند. آنها حدس می‌زنند ممکن است صورت فلکی شکارچی هم تا حد زیادی با مردمان مورچه‌ای در ارتباط باشد، زیرا زمانی که این صورت فلکی بر آسمان تسلط می‌یابد، مورچه‌های تمام مناطق دنیا درون لانه‌هایشان پناه می‌گیرند. جالب است بدانید اهرام مصر هم بر اساس این صورت فلکی ساخته شدند و حتی در کتیبه‌های این کشور هم به موجودات مورچه‌ای اشاره شده. و اما ارتباط موجودات مورچه‌ای با آنانوکی‌ها چه می‌تواند باشد؟
در زبان هوپی ها کلمه آنا به معنای مورچه و کلمه ناکی به معنای دوستان است که این یعنی کلمه آنوناکی را در زبان این قبیله می توان به معنای دوستان مورچه‌ای ترجمه کرد. اگر ویدیوهای قبلی در رابطه با آنوناکی ها را تماشا کرده باشید، به خوبی می دانید آنها از چنان تکنولوژی برخوردار بودند که می توانستند دی ان ای حیوانات را با انسان ها پیوند بزنند. دقیقاً شبیه به رپتایل ها که دی ان ای ترکیبی انسان ها و خزندگان هستند. بنابراین می توان اینطور تصور کرد موجودات مورچه‌ای هم با دی ان ای ما پیوند خورده بودند که ظاهری ما بین مورچه و انسان داشتند. اما نکته قابل توجه علمی است که آنها در اختیار ما گذاشتند و در مقابلش فقط خواستند که ما بناهای عجیب بر روی زمین بسازیم. این بناهای مرموز در سراسر دنیا وجود دارند و با اینکه هزاران سال است از زمان ساختشان می‌گذرد، هنوز کسی به طور قطع از راز آنها آگاهی ندارد. واقعاً هدف از ساخت این بناها چه بوده؟ یعنی فقط به عنوان یک کاخ یا اقامتگاه مورد استفاده قرار می گرفتند. در واقع یک راز عجیب درباره این بناها وجود دارد و آن این است که تقریبا تمام آنها نوعی انرژی را از زمین استخراج می کنند که دقیقا مشخص نیست برای چه کاری استفاده می شود. برخی باستانشناسان معتقدند این سازه ها اطلاعات ما را مستقیما به آسمان می فرستند. اما به عقیده من موضوع فقط اطلاعات نیست. اگر فرازمینی های باستان همکنون ما را زیر نظر داشته باشند، نیازی به دریافت اطلاعات از طرف ما ندارند. در عوض چیزی که آنها خواهانش هستند انرژی است، انرژی که آنها را تامین کند. ما بارها شنیدیم قدرت و انرژی مغز انسانها به حدی است که اگر فقط 2% از آن را به کار بگیریم، می توانیم به نیروی عجیبی دست پیدا کنیم. پس یعنی امکان دارد که آنها برای استخراج قدرت درونی ما به زمین آمده باشند. البته نظریه های متفاوتی درباره علت ورود آنوناکی ها به زمین وجود دارد. اما چیزی که مهم است این است که بدانیم هدف از آفرینش ما انسان ها چه بوده؟ چرا در تمام تمدن ها از موجودات یکسان نام برده شده؟ که باعث پیشرفت و آگاهی انسان‌ها بودند. وقتی ما متن کتاب‌های چند صد ساله را باور داریم، چرا نباید به حکاکی‌های چند هزار ساله اعتماد کنیم؟ شاید حقیقت در باستانی‌ترین کتیبه‌ها پنهان باشد. شاید حقیقت در باستانی‌ترین کتیبه‌ها پنهان باشد. در ادامه فیلم هایی را به شما معرفی می کنیم که امیدواریم از دیدن آنها لذت ببرید.